جواب دندان شکن دکتر عبدالله عبدالله و دکتر لطیف پترام. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. جواب دندان شکن دکتر عبدالله عبدالله و دکتر لطیف پترام. لطیف پترام سیاستمدار ناتمام است و هیچ وقت برای من کنشکری جدی نبوده است. آدم هایی که کار سیاسی را کنشی عقلانی می دانند نیز معمولاً سخنان او را جدی نمی گیرند. حرف های او برای هیچ کسی بجز مشت جوان احساساتی و کمسواد جذابیت و دلربایی ندارد. ادبیات نفرت پراگانه و راسیستی که او به کار می برد، اگر از یک سو بیانگر روان نژندی و تیره دلی و بیگانه بودن او با ارزش های انسانی است، از جهت دیگر نمایان کننده نهایت درماندگی و بیچارگی است. گویا او به حد از استیصال رسیدگی مجبور است برای جلب توجه به هر کار ناشایسته دست بزند و هر حرف مشمئز کننده را بر زبان یا قلم بیاورد. در هیچ جای دنیا و رایج و حرافی آن هم از دریچه فیسبوک را سیاست ورزی نمی نامند. اگر پترام بررستی در پی سیاست کردن می بود، تجارب متراکم 18-19 سال اخیر می بایست به او می فهمان که مسیر غلط را می پیماید. اما او هیچ وقت نتوانست شکست های پیاپیش را تجربه و تحلیل کند و از اشتباهات گذشتهش درس عبرت بگیرد. ظاهراً او به دنبال راه میانبر است و می خواهد در عین حالی که رنجی را بر خود هموار نکنند به قدرت شاه اولیا به اهداف سیاسیش به آسانی برسد. دکتر عبدالله اگر سیاست می ورزد، تمام خطرات این کار را به جان می خرد و شب و روز می تپد و جد و جهد به خرج می دهد و ائتلاف سازی می کند و گرد همایی برگزار می کند و لابیگری می کند و از این قبیل کارها. کسی باید از پدرام بپرسد که خودت در کجای معامله قرار داری و از عهده کدام کار برمی آیی. از کی تا حالا کار سازمانی و حزبی به استاتوس فیسبوکی نوشتن تقلیل یافته است؟ این در حال است که دکتر لطیف پدرام روز قبل در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته بود: عجب وجدانهای عقب نشینی شرم‌آور تیم صبح ثبات در برابر تیم دولت ساز. به هر دلیل، با هر بهانه سهمگیری و قیهانت در امر نهادینه کردن تقلب و خیانت است. نیز دهنکجی و بی احترامی است بر رای همان تعداد حامی و هواداران ساده دل این تیم. این تیم سربزیر در جهت عادی‌سازی و قرآن خوری، پیمان شکنی، قباحت زدایی، از بی عزتی، حقارت، فریبکاری و دروغگویی نیز گام لغزنده و ننگین برداشت. آره، عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با تاجه که بزرگ شود. من عدوی شما نیستم. برای رهایی از چنگال شونیزم باید در گام نخست علیه آنهای بجنگیم که ترس از شوینیست ها را به امر خودی و درونی مبدل ساختند. آنهایی که خود را قوم درجه دوم یا درجه سوم میپندارند، لابد تصویری که از خود دارند همان تصویر شهروند درجه دوم و درجه سوم است. این تیپ آدم ها که از میان اقوام تحت ستم افغانستان برخواستند خطرناکتر از شوینیست ها هستند. اینها اند که با اراجیف و دروغهایی که میبافند و با چترهای دروغین مصلحت که زیر آن پنهان شده اند، حرکتهای روحی بخش را به لجنزار شکست و تسلیم طلبی هدایت میکنند. نجات از سیونیزم و اندیشه های فاشیستی میاثر نخواهد شد مگر آنکه راه و صفمان را از راه و صف این تسلیم طلبان جدا بسازیم. مبارزه بر ضد خائنین درونی باید به اولین وظیفه مبارزاتی ما مبدل گردد. دلایل از این دست که ایشان از خون ما یا تبار ما
یا زبان و فرهنگ ما هستند و می باید بر جنایات و خیانت‌های بی‌پایان آنها چشم فرو ببندیم، انکار شود این یک آموزه بسیار قدیمی است. جنبش ها و حرکت های آزادی بخش فقط با تصفیه های درونی استحکام پیدا می کنند. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدایا رو نگهدارتان.